سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، گفته از ایران ذلیل در دوران پهلوی یک ایران قوی ساختیم. مشکلات معیشتی وجود دارد، اما امروز یک دولت مردمی روی کار آمده تا مشکلات را بکاهد. و همچنین در ادامه صحبتاش گفته در برابر منافقین کوتاه نمی آییم، تا پای جان برای این آب و خاک خواهیم ایستاد. این عکس واقعا کثافت خالصه. این آقا رو که میشناسین، یکی از بازیگرای پرنه و پرنستاره، داخل یه چنل داخلش شاده، این نوشته تا پای جان برای ایران، نوشته ایران برنده است به امید برد ایران. چه؟ این رو نصف دنیا میشناسنش. چطوری ادمین اون کانال نمیشناخته؟ من نمیدونم. معرفی میکنم، این خانومی که وسط آقایون اطلاعاتی وایساده فرح عبدیه، معاون مدیر کل وزارت ارشاد و همچنین بخش رسانه‌های خارجی هم دستشه، همون کسی که در حد یس و نو سواد انگلیسی داره. احتمالاً ویدیویی که ازش منتشر شده رو دیدین، میاد دروغ میگه، میگه برابری بین خانم‌ها و آیون در ایران در تمام ادارات دیده میشه، و یه نفر که داشت رد میشده میگه این دروغ میگه، بعد میگه نو دروغ نمیگم، این همه کار آمریکاه. این آقایی که داره صحبت میکنه تحلیل بازی ایران و ولز رو داخل که شبکه‌های خارجی انجام داده و گفته بازیکن‌های ایرانی خشن بازی میکنن و وقتی هم روشون خطا میشه اغراق میکنن، که به خاطر فرهنگ و رنگ پوست قهوه‌ای اونهاست. شاید براتون جالب باشه، تصویری که داریم میبینیم نوعی ابزار جاسوسی به شکل مدفوع سگ که در طول دهه 1970 توسط سازمان CIA از آن استفاده میشد و به خاطر شکل مدفوعی بودنش کسی مشکوک نمیشده و بهش دست نمیزده. خیلی دوست دارم بدونم حرکتم میکرده این PPA یا نه. معاون سیاسی سپاه یعنی سردار یدالله جوانی راجب رهبر اینطوری گفته: ما رهبر را آنطور که هست معرفی میکنیم، چرا که امروز بسیاری از ملت‌ها به خاطر اینکه رهبری حکیم مانند رهبر ما ندارند غبطه می‌خورند. حتی آمریکایی‌ها مشکل اصلی خود را نداشتن رهبری حکیم می‌دانند که استقلال و عزت را حفظ کرده و کشور را در تمام حوزه‌ها به سمت جلو هدایت کند. توجهتون رو جلب می‌کنم به فریاد یکی از حاضرین در مراسم دیدار رئیسی با انقلابیون: ما به پیروی از آقای جواد خیابانی گفته اگر آمریکا رو ببریم ریش و سیبیل هایم رو از ته میزنم. جواد خیابانی از ته کچل، از ته بیریش، از ته بی سیبیل. خوبه؟ یه چیزی گفتی که دیگه نمیتونی پسش بگی. زنده است. زنده بود؟ زنده بود الان آنتن؟ دیگه گفتی؟ میگم گفتم پاشم با بیستم. تهدید کردن اپل و گوگل از سوی مالک توییتر. ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی مالک توییتر تهدید کرد که اگر شرکت‌های اپل و گوگل اپلیکیشن توییتر رو از فروشگاه خود حذف کنند، وی گوشی هوشمند جایگزین خواهد ساخت. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. آقایون، آیدی چنل تلگرامی رو که اینجا براتون میذارم، اخبار رو از داخل این چنل برداشتم. اگه می‌خواید اخبار رو خودتون مطالعه کنید بدون حذفیات، پیشنهاد می‌کنم داخل این چنل تلگرامی عضو بشین و از اخباری که در اختیارتون میذارن مطلع بشین. امیدوارم توی ویدیوهای فردا و اخبار فردا شب ببینمتون. و در آخر اینکه درود بر شما.